سلام، به سرویس خبری این ساعت از غزنویان خوش آمدید. امروز شنبه دهم ماه جوزای خورشیدی که برابر است با 30 می 2020 میلادی در نخست مهمترین رویدادهای روز. فراهم شدن زمینه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بیشتر از هر زمان دیگر. اعتصاب کاری از سوی صرافان در ولایت هرات. و متوقف کردن پروژه بند آبگردان دهندره فاریاب توسط طالبان. مشروع اخبار. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که با اعلام آتش بس سه روزه از سوی طالبان و دولت افغانستان و کاهش خشونت در روزهای اخیر، بیش از هر زمان دیگر زمینه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم شده است. آقای عبدالله که امروز به گونه رسمی کارش را به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی آغاز کرد، در یک نشست خبری همچنان گفت که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی مصمم هستند و تیم مذاکره کننده دولت افغانستان نیز هر لحظه آماده آغاز مذاکرات است. گزارش علیرضا صمدی. آقای عبدالله گفت که برای تسهیل فضای مذاکره در جریان مذاکرات با آتش بس نیاز است. با گفته او، تبادله زندانیان بین دولت افغانستان و گروه طالبان تا کنون خوب پیش رفته و حسن نیت بین طرفین را نشان می دهد. عبدالله تأکید کرد که ادامه روند تبادله زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی خبر خوشی برای مردم افغانستان خواهد بود و از دولت افغانستان و گروه طالبان نیز خواست که از شرایط پیش آمده به گونه درست استفاده کرده و بیشتر توجه کنند. از سوی هم آقای عبدالله در این نشست خبری گفت که خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان صلح پایدار و با عزت در این کشور است و شورای عالی مصالحه ملی نیز اراده دارد تا از هیچ تلاشی برای تأمین صلح در کشور دریغ نکند. برای شروع مذاکره هم مصمم هستیم، تیم هر لحظه آمادگی شروع مذاکره را دارند. ای که فضای مذاکره باید یک فضایی باشه که کمک کننده باشه و تسهیل کننده باشه، کاهش خشونت و ادامه کاهش خشونت ضروری می سازد. بالاخره باید آتش بس داشته باشیم در جریان مذاکرات. عبدالله در مورد فهرست اعضا و کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز گفت که اعضای کمیته رهبری و مجمع عمومی این شورا در روزهای آینده همگانی خواهد شد. او تأکید کرد که در این زمینه با نمایندگان تمام اقشار مردم افغانستان مشورت صورت گرفته است. اما تیم خوبی با ترکیب خوب ترتیب شده و یک قسمت کارهای زیادی صورت گرفته که من تشکر میکنم از جناب استانگزای سرباره ایمی سر در کارهایی که به همراه تیم یک جای کردن و از تک تک اعضای تیم. تعدادشان هم امروز هنوز در سفر بودن، در مجلس امروز حضور به هم رسانده نتانستند، اما به همراهشان در تماس است. خواهرای ما در اینجا حضور دارن. اینا در مورد نقش زنان در کمیته رهبری و در مجمع عمومی تاکید داشتند که برشان اطمینان دادم که نمایندگی سالم از همه مردم افغانستان بدون تمثیل نیمی از جامعه کشور صورت گرفته نمیدانه. عضودگی هیئت مذاکره در مورد نقش جوانان تاکید داشتند. شورای عالی مصالحه ملی در نتیجه توافق سیاسی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شده است. بر اساس این توافق سیاسی، آقای عبدالله تا پایان دوره حکومت فعلی ریاست این شورا را به عهده خواهد داشت. صرافان هرات دست به اعتصاب کاری زدند. پس از ربوده شدن دو صراف در هرات و افزایش آدم ربایی ها در این ولایت،
اتحادیه صرافان هرات دست به اعتصاب کاری زده است و در پی این اعتصاب بازار صرافان هرات تعطیل شده است. بهاءالدین رحیمی رئیس اتحادیه صرافان هرات میگوید که احمد سخاوت و محمد رضا دو عضو این اتحادیه در 48 ساعت گذشته از سوی آدم ربایان از نزدیکی خانهشان ربوده شدند. به گفته او تا اکنون از سرنوشت این دو صراف خبر در دست نیست. گزارش از همکارم. رحیمی میگوید که اتحادیه صرافان هرات بر رسم اعتراض بازار صرافی این ولایت را بستند و تا روشن شدن سرنوشت دو عضو این اتحادیه آنان به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. رئیس اتحادیه صرافان از افزایش بدامنی و آدم ربایی در این ولایت نگران است و میگوید که اگر حکومت مرکزی به این مهم توجه نکند، آدم ربایان وضعیت این شهر را آشفته تر از چیزی که جریان دارد میکنند. شماره از باشندگان و کنشگران مدنی هرات نیز از افزایش دزدی‌های مسلحانه و آدم ربایی ها ابراز نگرانی میکنند و نهادهای امنیتی را به بی‌پروایی متهم میکنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که تا کنون شکایت مبنی بر اختطاف دو عضو این اتحادیه به آنها نرسیده است. او میگوید که با وجود نرسیدن شکایت پلیس این موضوع را پیگیری میکند. مسئولان محلی فاریاب میگویند که طالبان کار بند آبگردان دهندره فاریاب را توقف دادند. نقیب الله فایق والی فاریاب میگوید که طالبان کار این پروژه را توقف دادند. با گفته او طالبان محلی با پروژه های عمل منفعه کار ندارد و توسط کار این پروژه از سوی رهبران این گروه از خارج کشور دستور داده شده است. همکارم گزارش میدهد. به گفته والی فاریاب، بیش از این نیز طالبان مانع کار در بند آبگردان المار شده بودند و در نهایت این پروژه نیز به سر نرسید. فضل الحق محمدی عضو شورای ولایتی فاریاب میگوید که شورای ولایتی در تلاش است با پا در میانی باشندگان محل این موضوع را حل کنند، اما پروژه در ساحه طالبان است و از این رو آنان با تمام توان مانع کار در این پروژه می شوند. گل احمد لطفی رئیس حج و اوقاف فاریاب می گوید که طالبان همیشه مانع عملی شدن پروژه های انکشافی در بخش های مختلف شدند. او صد شدن طالبان در برابر پروژه های مردمی را خلاف اخلاق و انسانیت عنوان می کند. جاوید کیوان شهردار میمنه می گوید که پروژه آبگردان دهندره مربوط مردم است و طالبان با این کارشان نان مردم را می گیرند. کار ساخت بند آبگردان دهندره در ولسوالی پشتونکود فاریاب در 3 عقرب سال 1396 آغاز گردیده بود و تا امروز تکمیل نشده است. مسئولان در وزارت انرژی و آب در آن زمان گفته بودند که این بند یکی از 5 بند بزرگ آب در افغانستان خواهد بود که بیش از 20 میلیون متر مکعب آب در آن ذخیره می شود. این بند قرار بود با هزینه 37 میلیون دلار از بودجه دولت ساخته شود. تشکر از توجهتان. با بقیه برنامه های ما باشید.